دوباره خوش آمدید، بیننده آماج از تلویزیون یک هستید. بفرمایید نور الرئیس. تشکر. خب ما این سلایت بر خود نمیتونم که بودجه را که در اختیار اداره حفاظت از محیط زیست گذاشته یا برای بهتر ساختن محیط زیست کمک میکنه یا نه، ولی که تأثیرش بالای کسانی که بیمار هستن و به بیمارستان های خب، اگر ما از دوست فکر کنیم تا اندازه تاثیر می داشته باشه، ما در کل ما مد نظر بگیریم بودجه را که حتی در اختیار وزارت صحت عامه قرار میده با توجه به اینکه در قانون اساسی افغانستان عرضه خدمات سی رایگان آمده که فایده نمی کنند. بررسی ما ایران نشان می دهد که دوست مصرف یک شخص در یک سال در سکتور صحت 44 دلار است و از این 11 دلار شه دولت یعنی وزارت صحت عامه شرکای سی می پردازه، 33 دلار شه مردم از جیب خود می پرده، یعنی به این معنی که 75 درصدش خودشان مندازه، یعنی هنوزم تداوی و معالجه رایگان نیست. آنچه را که ما در اختیار خود داریم رایگان است با توجه به این که ما چی امکانات را داریم، اما آنگونه که ما می خواهیم وزارت می خواهیم. هوای افغانستان و مشخصا شهر کابل آلوده، از طرف دیگه بودجه محیط زیست کم، بودجه وزارت صحت کم، مردم هم پول کم به دسترس خود دارن، به کجا برن؟ ببینین اگر ما مد نظر بگیریم اقتصاد خود حکومت ما هم ضعیف است، اما مطمئنن وضعیت رو به بهبود بوده. اگر شما دیروز فکر کنین، پریز روز فکر کنین، وضعیت رو به بهبود بوده. همین که ما تحقیق میکنیم اداره محیط زیست جور میشه به این معناست که توجه صورت میگیره بالای وضعیت، ولی اداره محیط زیست خو هنوز جور نشده، یعنی تازه جور نشده، چند سال از در سال 1384 جور شده. این مناک بعد از حکومت جدید 2-3 سال بعد ایجاد شده، یعنی هر یعنی محدودیت منابع مالی یک از چالش‌های عمده بوده. همیشه کارهایش برای وزارت صحت قابل پذیرش بوده تا هنوز؟ تا اندازه امیم که ما امروز ببینین، امیم که ما امروز متحد شده 3-4 اداره یک جا کار میکنیم و این مناک توجه داریم بالای محیط زیست، اما مشخصا وزارت صحت عامه مسئولیت عرضه خدمات سیره داره. سپاس از شما. آقای امویون، در سالهای 1388 و 1389 اداره محیط زیست عوامل آلودگی هوا را خشکسالی میدانست، شما هم به این باور هستید؟ خب یکی از دلایل میتونه با توجه به اینکه مهاجرت‌های زیست محیطی در شهر کابل یک تعداد از هموطنان ما هست، ولایت با توجه به نبود اشتغال در شهرها به ویژه شهرهای کلان ویژتاً در شهر کابل آمدن و سرازیر شدن، در اینجا مسکن گزین شدن، با توجه به اینکه جمعیت ریشه آلودگی هست میتونه یک دلیل باشه. یک فرد سالانه و یا روزانه چه مقدار کثافت تولید میکنه؟ خب آماری که شما بیشتر اشاره کردین نیم کیلو، نظر به کشورها متفاوت است. به طور مثال 5.7 کیلوگرم در ایالات متحده زباله تولید میکنه هر فرد، اما در افغانستان در صورتی که ما بگیریم نفوس شهر کابل 5 میلیون، آماری که اداره محترم شهرداری کابل داده 4300 تن در روز از شهر کابل بیرون میشه، یعنی بالاتر از نیم کیلو هست، یعنی در مغایرت قرار داره. سپاس. آقای ملکیار، 32 درصد آماری را که شما از آلودگی ذرات هوا، آلودگی زهرآگین دادین، در سال جاری این آمار تازه گرفته شده و یا ای که از سال قبلی قابل تطبیق هست هنوز هم؟ خب طبعا ما یک چیز را باید اعتراف کنیم که تاریخچه کنترل آلودگی یا جلوگیری از آلودگی هوا در افغانستان عمر 4 ساله دارد، یعنی 4 سال میشه که حکومت و اداره ملی حفاظت محیط زیست متوجه پلان کاهش آلودگی هوا را گرفته که در این وقت طبعا ما ارقام قبلی به هیچ وجه به دسترس قرار نداشتیم، وقت با وسایلی که به دسترس ما قرار گرفت ای ارقام جمع‌آوری کردیم. ارقام در مجموع هم ارقام تازه است و هم ارقامی که از 3 سال 4 سال پیش به دست آمده. خب در قسمت آلودگی هوا قرار که قبلا گفتیم نوسانات موجود است. عمده‌ترین عامل آلودگی هوا در شهر کابل چی است؟ خب شما قبلا گفتین که خوش‌سالی شهر کابل از نگاه جغرافیایی بسیار محدود است و از نگاه اقلیمی یک شهر بسیار خشک است. این ما فصل بارندگی در شهر کابل و شهرهای دیگه خود بیشتر از یک ماه یک و نیم ماه زیاد نداریم،
اگر در مجموع اوسط بگیریم و خودش امی معدود بودنش و شکل کاسه بودن از این شهر خودش یکی از عوامل آلودگیش است. در پولیش عمدترین عامل امی زیاد نفوذ در شهر شکل کاسه بودن شهر کابل است. یعنی طبعا ما شهر کابل در ساحه تقریبا یک شکل کاسه را دارد و ساحه بادخیز و بادنشین دارد که معمولا بادخیز از سمت غرب شروع میشه، بادنشین به طرف شرق است و این آلودگی ها بسری اوقات امی ذرات به شکل معلق زمان که شمال نباشه به شکل معلق در هوا چرخ میخوره، در هوا گردش میکنه. این خودش ایره واضح میسازد که اینه اقلیم وقتی که اقلیم خشک باشد معمولا آلودگی هایی که از طریق چی طبیعی باشد چی انسانی باشد این به شکل معلق میمونه. زمانی که کمی مرطوب میشه با سطح تنفسی پایین میاد، زمانی که خوش میشه بالا میره. اما خود فعالیت های انسانی و تزاید نفوذ یا ازدیاد نفوذ در شهر و پایین بودن آگاهی مردم و فقر اقتصادی، این هم از جمله عوامل است. و در پولیش ببینید، در پولیش چیزی که بسیار مهم است و یک از عوامل عمده آلودگی است تردد وسایل نقلیه که عمرشان اینه بیشترین حدودا بیشتر از 85% ازی که بیشتر از 15 سال عمر داره. این خودش در پولیش مواد سوخته که استفاده میشه برای دی این هم عوامل است که در آلودگی ها رول داره. و این عامل چی یک اداره چی اداره محیط زیست برای این وسایل چه کاری را انجام میده؟ وسایل در حال زیاد است، نمبر پلیت های جدید برای موترها داده میشه و کارهایی که شده موترهای مادن های سالهای قبل من شده ورود است، ولی از طرف دیگه موترهایی که وسایلی که هنوز مورد استفاده قرار میگیره، شما 15 سال گفتین، شاید بیشتر از 20 سال هم بعضی وسایل عمرشان باشه. ببینین چیزی که یک انسان قادر میسازه که باید تدابیر بگیره قانون است. ما اصلا اول قانون محیط زیست نداشتیم که بالاخره شد. خب ببینید یام نو است، یعنی قانون است که نو تازه جور شده و تطبیق قضیه هم به وقت ضرورت داره. در پولیش مقرری آلودگی هوا 2 سال میشه که نافذ شده. این یکی از وسایلی است که ما مطابق از او میتونیم تدابیر بگیریم. فرض نهاله امسال حکومت در پولیش اداره ملی حفاظت محیط زیست تصمیم گرفت، حکومت وادار ساخت که دیگه از ورود ارادجات کنه کاملا جلوگیری شده شود. ببینین از مسئله که شما صحبت میکنین در سال 1389 وجود داشته، یعنی یک سال قبل، یعنی در سال 1388. ولی آمارهایی را که وزارت صحت میده که در سال 1389 از سالهای قبل تراکم، یعنی تراکم مریضی ها و مشکلات طرق تنفسی که از آلودگی هوا هست بیشتر شده. این مقرره شما کارساز نبوده. مقرره از سال 88 نبود که 88 هنوز ما مقرره نداشتیم. خب شما صحبت کردین که 2 سال قبل. خب 2 سال قبل شروع این نافذ شد. یعنی در اواخر سال 88 نافذ شد. و سال 89 ما چی داشتیم به خاطر از این تدابیر گرفته شد. و امسال شروع شد کار ازی عملا. ما فرضا نمیال طرف های جرمانه را به مطابق مقرره ساختیم و فعلا دولت تطبیق است، یا فرضا من ورود ارادجات مقرره کنه. شما دقیقا در کدام سال به توشی رسید؟ سال 13 اواخر 1388. و حالا ببینید تطبیق قانون کار ساده نیست، این به گپ نمیشه یا اینکه ما شما سرش بحث کنیم. قانون از زمان نافذ میشه که به توشی برسه و در جامعه برسه. ببینید شده اموترام شده جامعه سنتی با سالها ضرورت دارد تا یک ماده از قانون بپذیره و ترویج بسیاری از پس ادارات زیرفت سالها مسئول انسانهایی که از آلودگی هوا جان خود را دست میتن نیستن. این مسئولیت نه تنها ادارات زیرفت داره، بلکه خود مردم هم مسئول صحت خود هستن، مسئول محیط زیست خود هستن. این یکی از وظایف دینی و اسلامی است. سپاس. وزارت صحت چه کارهایی را انجام داده در رابطه به جلوگیری از آلودگی هوا برای هر فرد؟ تشکر. خب وزارت صحت عامه در قدم نخست باید واضح بسازم که مسئولیت عرضه خدمات صحی را داره، یک سوی قضیه. دومی که ما تحقیق میکنیم
آمار اعلام میکنیم به این معناست که ما کار کردیم و مشترکاً وقتی که ما نگرانی خود در مورد وضعیت بد محیط زیست اعلام میکنیم، دولت تصمیم میگیره مالیات در متحده بالا بباره. تدابیر وقایوی شما از بزرگترین میشه همه کاری بوده که در آخر تدابیر وقایوی از جمله توزیع ماسک ها، تدابیر وقایوی آگاهی های عمومی، کارهایی است که باید به خاطر بلند بردن آگاهی ما برنامه هایی را داشتیم، اما محدودیت منابع مالی یکی از چالش های عمده بوده. ببینید شما ماسک میگین، اگر ما نرخ یک ماسک یک افغانی بگیریم، روزانه 5 میلیون ماسک باید توزیع کنیم، به خاطر که یک بار مصرف است 5 میلیون افغانی میشه. این پول بسیار ساده نیست که ما به زبان میاریم. یک محدودیت منابع مالی همیشه یکی از چالش های عمده بوده در سکتور صحت و خصوص در تمام ادارات دولتی. در هوای 32 در آلوده بودن هوای 32 درجه، یعنی که کثافت هوا و آلودگی هوا که ذرات زهری داره که 32 درصد است، مردم حرکت بکنن، وزارت صحت به دلیل ازی که بودجه نداره تا اونوی های در دست وزارت صحت هم مسئولیت عرضه خدمات سیر دارمی که آماره. ببینید وقایه جز از کارهای وزارت صحت است یا خیر؟ وقایه جز از کارهای وزارت صحت هم. محدودیت منابع مالی یکی از چالش هایم دست، اما مطمئنن برتان گفتم میتونم با وزارت به خاطر بهتر ساختن محیط زیست شما هم نقش دارین، من هم نقش دارم به صفت شهروند کشور. من نقش شهروندا یعنی برمیگردیم، ولی حالا شما که از جایگاه وزارت صحت صحبت میکنین، توزیع ماسک ها دلیلش عدم امکانات مالی بوده؟ بدون شک محدودیت منابع مالی یکی از چالش های عمده است، اما مطمئنا باز هم تکرار میکنم در بهتر ساختن وضعیت محیط زیست اگر حرکت همگانی صورت نگیره، نه تمام شهروندان هر تلاشی که مقامات دولتی کنه نتیجه نمیده. ببینید اگر ما مکروبیان هم ولی شما فکر میکنین هنوز ماسک های را توزیع کردین، یعنی اقدامی در این زمینه کردین؟ محدودیت منابع مالی یکی از چالش های عمده است. سپاس.